تدابیر شدید امنیتی در پایتخت افغانستان پرواز مداوم هلیکوپترهای جنگی بر آسمان کابل و بازرسی آبران و مسافران در خارج از دروازه های پایتخت نیروهای طالبان حملات خود را افزایش دادند و در حال پیشروی به سوی این شهر هستند گزارش شده که شهروندان در کابل به جیره‌بندی برخی از اقلام خوراکی روی آوردند و هزاران نفر برای خروج از افغانستان در مقابل سفارتخانه ها صف کشیدند. گران هستیم خاطر چهار طرف افغانستان جنگ از افغانستان روز برای سکرد از باید دورت کار باید کنه با غم مشکلات مردم بیچاره دوا شود. در این شرایط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز سعی کرد تا به مردم کشورش اطمینان دهد که از گسترش خشونت ها جلوگیری خواهد کرد در حالی که میدانم که از حال و آینده نگران هستید برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بیسوباتی خشونت و آرگی مردمم جلوگیری کنم به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش می کنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه از دست رفتن دست آوردهای بیس ساله شما تخریب تحسیصات آمه و بیسوباتی دوم دار شود. با تصرف پیاپی پی شهرهای افغانستان توسط طالبان و نگرانی از سقوط کابل شماری از کشورهای جهان تصمیم به خروج شهروندان و بخشی از کارکنان سفارتخانه هایشان گرفتند. آمریکا برای این منظور سه هزار نیروی نظامی را به افغانستان اعزام کرده. بریتانیا هم اعلام کرده که 600 نظامی را برای تسهیل خارج کردن بخشی از کارکنان سفارتخانهاش به کابل میفرستد. در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با ابراز نگرانی از پیشروی سریع طالبان گفت که کابل هنوز با تهدیدی روبرو نشده. اگر به اقدامات طالبان دقت کنید متوجه می شوید که آنها فعلا به دنبال به انزوا کابل هستند اینکه اگر موفق به این کار شوند چه خواهند کرد چیزی است که تنها خودشان می توانند بگویند طالبان حالا با در اختیار داشتن بخش بزرگی از خاک افغانستان و کنترل شهرهای بزرگی مانند قنده هار و هرات نیروی مهم و تاثیرگذار در صحنه سیاسی این کشور به شمار می آید هفته گذشته نمایندگانی از کشورهای آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در دوحه قطر با نمایندگان گروه طالبان و دولت مرکزی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر که کشورش میزبانی نمایندگی دائم گروه طالبان را بر عهده دارد، خبر داده که از رهبر سیاسی گروه طالبان خواسته تا آتش بس را بپذیرد. کشورهای حاضر در مذاکرات دوحه هم روز جمعه اعلام کردند که هیچ حکومتی را که به زور بر افغانستان مسلط شود به رسمیت نخواهند شناخت. در آمریکا فشارها بر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی علیه طالبان افزایش پیدا کرده. میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان در سنا از جو بایدن خواسته تا به سرعت حملات هوایی علیه طالبان را از سر بگیرد. این سیاستمدار با نفوذ کنگره آمریکا به شدت از سیاست خروج سریع نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و گفته که طالبان و القاعده بیستمین سالگرد حملات 11 سپتامبر را احتمالا با به آتش کشیدن سفارت آمریکا در کابل جشن خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا اما همچنان از تصمیمش دفاع می کند. بیش از 300 هزار نفر نیروی ارتش افغانستان را به سلاحهای مدرن مجهز کردیم. رهبران افغانستان باید متحد شوند. هزاران آمریکایی کشته و زخمی شدند. آنها باید برای خودشان و کشورشان بجنگند. این تصاویری است از سلاحهای سبک و سنگین آمریکایی که با سقوط پیاپی شهرهای افغانستان به دست طالبان افتاده. سلاحهایی که زمانی برای مقابله با طالبان وارد افغانستان شد اما حالا به ابزاری برای پیشروی همین گروه تبدیل شده است سیاوش سعادتیان رادیو فردا